آیه مشاور املاک، بهت ثابت شد رونالدو نمیشونه تو ایران خونه بخره؟ سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه مخاطبین باشگاه فستبال فست. داداشتون ممرزا تاجیکی امروز اومده مصطفی رو یه چند دقیقه دیگه معرفیت میکنم. ممرزا تاجیکی اومده امروز قراری مصطفی به مخاطبان بگم که چجوری روپایی بزنی، چجوری پنالتی بزنی، چجوری ضربه سر بزنی. امروز با یه محتوایی اومدیم از خدای فوتبال دنیا. کی؟ من. چه جالب، چقدر تو بیمزدی آخه. آقا مصطفی که بهترین دوستای منه، چون امروز میخوایم بهتون ثابت کنیم که کریستیانو رونالدو نمیتونه تو ایران خونه بگیره یک مشاور املاکی رو بردم آقای عدن زایی. چی شدی؟ اینو من. بهتر املاکی شد. آره فرو میکنی تو پاچه مردم خونه ها. باله نیا برای املاکی داری. سلام مصطفی. سلام بچه، من مصطفیم از تیم فرهنگی و هنری هدیوسی. تیم فرهنگی و هنری مرتو پاچه کن. مصطفی قبلا توی مشاور املاک بوده. بگذاریم که یه دونه معامله موفقم نداشته. آره ولی انقدر تحقیق کرده قیمت همه خونه ها دستشه. و من امروز اورمش اینجا که بهش ثابت کنم رونالدو توی ایران نمیتونه خونه بخره. حالا آخو داستان از کجا شروع شد مصطفی؟ قبل اینکه بیام بچه‌ها، مصطفی یه چنل خیلی بامزه داره، توی دیسکریپشن براتون می‌ذارم. آقا داستان اونجایی شروع شد که پیشنهاد تیم عربستانی به آقای رونالدو داده شد، تیم النس. گفتش که آقای رونالدو بیا توی تیم ما بهت پول مول همه چی میدیم. حالا گفته بود که من تیمای عربی نمیرم، فوتبالم تو اروپا تموم میشه. پول باشه رونالدو هم بندته، یعنی طرفداراش هم میخوان ناراحت بشن. من خودم عاشق رونالدو هم، دیوونه رونالدو هم. قدرت پوله، ولی هر کسی یه قیمتی داره تو این جهان هستی. ابتدا خونه که آقای رونالدو داخل انگلیس داشته، من میخوام آپشناشو بهت بگم. آپشناش اینجا هست؟ آره. یه استخر روباز داشته. یه استخر سخت پوشیده داشته. سونا جکوزی کامل. 6 سرویس و حمام داشته. 2 زمین فوتبال داشته، یه مینی یه بزرگ. یه دونه زمین فوتسال داشته که همون بسکتبال بوده. یه دونه سالن بدنسازی داشته. یه دونه مینی مارکت داشته، خونه های تو انگلیسش. یه دونه گارد ویژه داشته و خونه‌شو 1800 متر درسته داخل انگلیس. به نظره این خونه رو چه مبلغی توی انگلیس فروخته؟ به تومان بگم؟ بله تومان بگم. 500 میلیارد. مثلا 1000 میلیارد. هنوز معتقدی رونالدو میتونه تو ایران بخره؟ حدس مصطفی. خب مصطفی جان، خفن ترین منطقه تهران اسمش چیه؟ باسیل زایی بذاریم کنار، بام بوکان. آقا تو اون بام بوکان الان آمار داری کی از چه اشخاص مهمی زندگی میکنه؟ یه سوپر ثروتمنده. متر چند خونه؟ 400 میلیون میشه گفت. امکاناتی که خونه های اونجا داره چی؟ اول من روی میخونم. استخر روباز دارن؟ دارن. تیک. استخر سخت پوشیده دارن؟ دارن. زمین فوتبال 11 به 11 دارن؟ نه. مینی زمین فوتبال داره؟ سالن بدنسازی شخصی؟ نه واسه مجتمع نه. زمین تنیس، مینی مارکت، گارد ویژه، شوتینگ سلاشقال. ایول. پس آقا ما الان میخوایم یه خونه تو بهترین جای تهران بخریم، خونه شخصی بخوایم بخریم، خونه شمالی که حیات داره. یه استخر روباز داره از آپشنای خونه آقای رونالدو. یه استخر سرپوشیده داره. استخر نمیشه، یه جکوزی تو تو حیات استخر ویلایاش. یه جکوزی تو مثلا تراسه. استخر این چیه؟ میگم استخر داره. دوره همینجوری که دیگه فایل وقت رسید بپوشیده. جکوزی داره دیگه. آقا تقریبا میشه گفت از 100% آپشنای خونه رونالدو بهترین خونه توی تهران 1% داره. 5%. چون آپشنام که من گفتم خیلی نبود. 5% اون آپشنا رو داره. خونه متری توی بام بوکان 400 میلیون. خونه رونالدو هم ما تخمین زدیم 1800 میلیون. حالا مصطفی در ابتدا که توی این محدوده بام بوکان خونه 1800 متری ما داریم؟ نه. رونالدو دوست داره جای 1800 متری زندگی کنه تو ایران؟ نمیشه. 1800 متر ضرب در 400 میلیون. گوشی الان هنگ میکنه. 720 میلیارد. 400 میلیون پایینشه، بالاش نیست. رونالدو من باهاش صحبت کردم، گفت همونجا هم نمیشه. 720 میلیارد میشه پول خونه رونالدو تو ایران بدون اون آپشن.
یعنی چی میشه؟ ما باید آپشن ها رو جدا جدا بهش اضافه کنیم. استخر روباسی گفت اینا داره. گفت جکوزی توری داره. آقا نمیخواد ما اینو مثلا آفر این ویدیو میذاریم. سقفش هم میگه همون جکوزی میگیم اوکی بری ریکاوری میکنه. یک زمین فوتبال 11 به 11 ما میخوایم. زمین داره؟ نه زمینو نداره. الان ما داریم 1800 متر رو اضافه زمین بخریم برای اون زمین فوتبال. سقستگیم در رفت. ما نمیگیم زمین فوتبال 11 به 11. قرار نیمه میشه 60 در 45. چه چند متر؟ 2700 متر زمین خالی نیاز داریم. زمین خالی تو اون منطقه چنده؟ نه بزن 300. بزن 300 میلیون. خیلی داریم پایینو همه چی داریم پایین میزنیم. 810 میلیارد هم میشه پول اون زمینه فقط. امکاناتی که میخوایم اون زمین رو استانداردش کنیم از چمن و فلان و اینا بگیم. من میگم خیلی بیشتر میشه. یه چمنش هم 20 میلیارد. این زمین شد. این شد خونه. اون یکی چی بود؟ امکانات چمن میذارم چمن. میذارم 30 میلیارد. آره با همه چی. با همه چی. آه مجهز کردن یه دونه سالن بدنسازی میخوایم. دستگاه‌های مسخره بخوام بزنم یه چیزی بالغ بر 15-20 میلیارد سرمایه میخواد. اینم بزنم 20 میلیارد. 20 میلیارد باشگاه بدنسازیش هزینه داره. آقا یه زمین تنیس دارم. حالا زمین خاکی بگیم. خب آقا ما اون زمین فوتبال رو نصفش رو خریدیم 810 میلیون بگیم کوچیک‌تر. اینو نصفش می‌کنیم. آقا اون زمین چمنه نصفه شد 810 میلیارد. اینو می‌ذاریم 400 میلیارد. یه سالن فوتسال داره. این هم قیمت همون زمین تنیس میشه. زمین تنیس این هم 400 میلیارد شده. اب نداره. این مینی مارکت داشته. ما اجاره میدیم. آقا اونم اصلا ولش. اونم میذاریم باز آفر. امکاناتی که آقای رونالدو داخل انگلیساش بخواد داخل ایران فراهم کنه. یه 720 میلیارد. یه 810 میلیارد زمین چمن. یه 30 میلیارد امکانات چمن، یه 20 میلیارد باشگاه، یه 400 میلیارد تنیس، یه 400 میلیارد فوتسال. آه ما اینها رو در حد آقای رونالدو زد زمین. زمینی که رونالدو تایید کنه تو اون تمرین کنه. آه چقدر شد اینا؟ 2380 میلیارد. خیلی چیزا هم نزدیم. آه اول. رونالدو. فکر میکنی خونش رو چند فروخته توی منچستر؟ بگم 1000 میلیارد. بیا پایین. 900. بیا پایین از 1000 خوب شروع کردی. بیا پایین. بیا پایین. 500 که بیا پایین. به خدا دارم میگم بیا پایین. 400. بیا پایین. 300. برو بالا. 350. 350 میلیارد تومان. آقای رونالدو این خونه با این امکانات رو فروخته. و حالا داستان جذاب‌تر چیه؟ پس رونالدو اینجا بخواد اینو بخره بعد یک سوم سر شده اینجا مثل انگلیس زندگی. واقعا حالا وایسا اینجا پشمان میریزه. امکاناتی که باشگاه عربستانی اونجا بهش داده دو برابر امکانات خود خونه بود تو انگلیس بود. زمونم بعد اومد دیدی چی شد؟ بس. تو رو خدا برید رونالدو شید. برید همه تون برید رونالدو شید. اوه. اول ویدیو گفتم همه ی آدم ها بنده ی پول هستن. حتی اگر رونالدو باشید. ولی آقای مشاور املاکی بهت ثابت شد رونالدو نمیشونه تو ایران خونه بخره؟ زبونم من نمیشونه بتونم بگه احمقه و متاسفانه تورم داره مملکت ما رو داغون میکنه. دوستشم این ویدیو رو دارم ولی آرزوش بود تو ایران زندگی کنه. یه 3-4 روز اومده بود تو اسپانیا اش کرده بود جمعیت ویده بود در هتل و دوستاش شیخونده بودن. ولی مطمئنم هیچ جای دنیا از ایرانی ها دوستش ندارم. واقعا هر موقع من کامنتاشو باز کنم یه ایل همه ایرانی هست نه رونالدو مسیفه. حالا یا خیلی بیکاری یا واقعا اینا رو دوستشون داری. مصطفی تو به عنوان یه مشاور املاک نظرت؟ من که حالا بده واقعا این مصطفی خبر چیزا من اصلا عربستانشو وسط حساب نمی کنم بکن چون ارزش پول ما از اونا خیلی پایین تره. عربستانشو حساب کنم بخواد با امکانات عربستانی بگیره تو همین زب در دور کن یه چیزی حدود 5000 میلیارد میشه زندگی رونالدو به پول ما. آقا امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید ولی میدونم لذت نبردی. ویدیو غم انگیزی بود. مصطفی حالش بد شد. دوباره بریم تو مشاورم یوتیوبو ول می‌کنی. پاپوش من املاک. دمت گرم مصطفی اومدی تو این ویدیو خیلی حال دادی. حالم بده. آره. امیدوارم که شما هم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. کلا سعی کنید اینقدرم خوب نیست. اینقدرم فقط برای رونالدو اون بوکسوره و اینا بشه. آره اینقدرم خوب نیست ولی پول به نظرم پول خانواده اینا خیلی خوبه. خانواده ولی مهمتره درست میگم. دمتون گرم دوستتون دارم. امیدوارم از امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.